پیور تاک، کلام پاک. 69 بحثمون رو در مورد پیور تاک، کلام پاک شروع میکنیم. بحثی که هیچ ماوتواشی و یا مسواکی و یا خمیردندونی تا الان به پاش نرسیده که بتونه این پاکی دهان و کلام ما رو برای ما فراهم کنه. چرا هیچ پاکی بالاتر از پاکی روحانی نیست؟ هرچقدر هم از نظر جسمی آدم میخواد خودشو پاک بکنه، ولی پاکی روحانی اونه که اون رو پاک میتونه در حضور خداوند جلوه بده. اما هیچ پاکی روحانی بدون پاکی کلام نمیشه. نمیتونه شخص مقدسی باشه اگر کلامش مقدس نیست. نمیتونه شخص پاکی باشه اگر کلامش پاک نیست. پاکی کلام رو همه پاکی ها ارجحیت داره. پس هر چقدر ما روز و شب مقوه بریم، بدنمون رو پاک کنیم، اما کلاممون رو پاک نکنیم، هرچی از دهنمون در بیاد، به هر طریقی، به هر نحوی صحبت بکنیم، داریم در واقع پاکی روحانیمون رو از دست میدیم. پس حتی اگر ما بالاترین کوانوت و فکرها و محاسبات قبالایی رو در هنگام تفیلا داشته باشیم که الان این کلمه منظور به چیه، این اسم هشم منظور به چیه، بالاترین کوانوت هم داشته باشیم، اما اگر کلاممون کلام پاکی نباشه، حتی اگر بد و بیرا هم نباشه، اما لاشون هارا باشه، غیبت باشه، سخنچینی باشه، رخیلوت باشه، تمام اون تأثیرات کوانوت رو از دست میده. بارها گفتیم بالاترین سگولایی که حخامین برای ما پیشنهاد میکنن که شخص میتونه گزروت رو از خودش دور بکنه، شمیرت حلاشون، نگهداری زبانه. هر چقدرم دیگر موضوعات بتونه کمک بکنه، بهترین کمک رو شمیرت حلاشون، نگهداری زبان میکنه، چه از نظر سکوت، چه از نظر پاکی کلام، جوری که در مورد خودش یا در مورد دیگران صحبت میکنه. به حدی که همه میگن بهترین طریقی که ساتان میاد از ما بهره میگیره، سوء استفاده میکنه، از طریقی دهان و کلام ماست. چون تمام کار قدرت ساتانم، شیطنتشم با کلامشه، با کیتروگه، با بدگویشه. اون موقع است که میاد ما رو میکنه شریک جرم. و این چیزی که در گمارا میگه ال تفتح پل ساتان، دهانت رو برای ساتان باز نکن. چرا میخوای بهش قدرت بدی؟ کلام منفی صحبت نکن، کلام لاشونهارا، رخیلود صحبت نکن، دشنام، نفرین صحبت نکن. پس میبینیم که بالاترین قدرتی که انسان میتونه تو زندگی بهش دست پیدا بکنه، شمیرت حلاشان، قدرت کلامه. کلامش که پر قدرت باشه، زندگیش با قدرته، نشاماش با قدرته، علام حباش به حدی که گفتیم
لاشون هارا کنگت کلام که لاشون هارا برابر با تمام گناهان. فقط موضوع اینه که آیا به چی میگن لاشون هارا؟ بعض موقع ما شناختمون و یا تشخیصمون از لاشون هارا کمه، اون موقع است که به سادگی اون گناه رو انجام میدیم، مخصوصا اگر از روی عصبانیت باشه، مخصوصا اگر از نفع شخصی مطرح باشه، مخصوصا اگر حسادتمون دیگه نتونه جلوشو بگیریم. و چون نمیدونیم شدت و ضعف لاشون هارا چیه، به سادگی تن در میدیم. ببینیم ادامه بحثمون در مورد لاشون هارا، پاکی کلام چه قدرتی امروز میتونه در زندگی ما پدید بیاره که بذرت هشم به سرات و ود خبرهای شادی هم نیز به خوبی، سلامتی، عاقبت بخیری، موفقیت رو شاهد باشیم و خداوند به ما این چنین نمایان بکنه و دلگرم بکنه که دیدی یک ذره توجه به خرج دادی، شمیرت حلاشون داشتی، جلو دهنتو گرفتی، چجوری کارت حسله ها یافت. اینکه خداوند یک چشمه ای از این تأثیر قدرت پاکی کلام تو زندگی ما نشون بده که ما دلگرم بشیم و مطمئنن خداوند میخواد که ما تشویق بشیم. پس به عزت تشم همین امروز به خوبی بعد از این کلاس شاهد قدرت پاکی کلاممون خواهیم بود. www.torahelp.com سکرمی سود که هم بتونیم پاکی کلام خودمون رو حفظ بکنیم و هم پاکی کلام دیگران رو کمک بکنیم با پخش و سپورت و حمایت کلاس های تورا از طریق های تلویزیونی، تلفنی، رادیویی که به خوبی بتونیم در قدوش هشم و یک دیل تورا و یک دیل ما هم سهمی داشته باشیم که با یک سپورت تورا، حمایت تورا، حمایت خداوند و حمایت تمام ملاخیم رو تو شامعیم به نفع خودمون جلب بکنیم. اگر هر کسی هست 52 دلار سکرم سفاد، اگر نه به طور قرعه یک نفر رو انتخاب میکنیم قرعه. فکر کنم امروز به خانم تیشبی افتاد دسکلم اسفود، به خوبی قبول باشه و بذرت هشم همون قدرت شمیرت حلاشون امروز ما بتونه برای همه مون محصر باشه. بذرت هشم میریم سر بحث ادامه شمیرت حلاشون بر طبق اون کلالیم، اصلهایی که با همدیگه پیش رفتیم و گفتیم که حتی اگرم شخص بخواد از این امتیاز استفاده بکنه، بگه نگاه کن من جلوی 3 نفر گفتم و موقعی که گفتیم به اپتلاتا شخصی جلوی 3 نفر یک عیبی رو از دوستش فاش میکنه، مطمئنن که میدونه که به گوشش میرسه، پس مطمئنن حواسش هست که داره چی میگه، پس این لاشون هارا نیست. اما گفتیم کسی که از این 3 نفر از این گروه میره و به دیگران پخش میکنه و از قصد با یک نیتی که بخواد همه را از این عیب آگاه بکنه، اون 100 البته که داره چیکار میکنه؟ از گناه لاشون هارا میگذره.
به حدی که حراف توضیح میده. افیلو ایملوز یه سپر بشه میشه سیپرلو. رک یه سپر ستم شکاخ و کاخ نشمن پلونی. حتی اگر اسم گوینده رو نیاره، نگه از کی شنیده، فقط بگه من اینجوری در مورد این آقا شنیدم. یه نفر داشت اینجوری میگفت، حتی اگر اسمم نیاره که کی اینو گفته، افل پیکر اینینو نیملت میسور لاشون هارا. هنوز از گناه لاشون هارا معاف نیست، پاتور نیست، رهایی نیافته، هنوز تو پروندهش ثبت شده، آلوده شده. پس لاشون هارا را از چه بخواید؟ یک، گناه چسبنده است. موقعی که بخوایم از خودمون اون رو دور بکنیم، هنوز یک ذره دستمون بهش آلوده است. از کنارش بخوایم هم رد شیم، یه باره میاد به ما میچسبه. اینکه فاصله مون رو در صحبتمون با این گناه لاشون هارا اگر حفظ نکنیم، یک بار میاد به آدم میچسبه، یقه آدم رو میگیره، ببینه اه دستش دودی شد، دستش چسبی شد، دستش چجوری؟ از کنار اون مغازه رد شدی، از کنار اون دیوار رد شدی. اینکه یه بار آدم مثل امروز صبح میاد میبینه اه رومیز میاد میشینه میبینه دستش چسبی شد. چرا؟ چون دیروز اینجا مربا خوردن، یکی دو تا قطرش هنوز رومیز افتاده، آدم حواسش نیست، دستش میزنه چسبی میشه. و اگر نره بشوره و هر چیز دیگه هم بزنه باز چسبی میشه، منتقل میکنه، کانتیجس، مصریه، حواسمون نیست، داریم ویروس لاشون هارا رو منتقل میکنیم به دیگری. پس اینجا حراف توضیح میده که لاشون هارا خیلی فهمیده تر و اسمارت تر از اون کسیه که اون چیزیه که ما فکر میکنیم. یه باره خودشو بین صحبتهای ما جا میده. توی احوال پرسی ها، توی حتی درد و دل کردن ها، توی نصیحت کردن ها، چیزی که بعض موقع پیش میاد، مثلا ما پدر مادر ها میخواییم بچه همون رو نصیحت بکنیم، مثل فلانی نباشی که اینجوری ها، مثال میاریم از یه نفر تو مدرسه یا تو محل کار یا تو محل بازی که مثل فلانی که بعدش هم آخرش هم اینجوری سرش اومد و فلان و اینجوری، تمام زندگی طرف رو میریزیم رومیز که چیه؟ میخوایم یه درس آموزنده ازش برای بچه‌مون یاد بگیریم. آیا فکر میکنید بچه ما فردا روز به دایی جان، امو جان، خاله جان، عمه جان دیگه بعد از این داستانی که ما در مورد اینا زندگیشون صحبت کردیم چجور نگاه میکنه؟ این همون دایی جان، امو جان و خاله جانه که بابا مامان میگفتن اینا هم اینجوری بودن، اینا هم این کار رو کردن، اینا هم اینجوری پیش اومده، زندگی پرایویتشون رو ما موقعی که فاش میکنیم به عنوان این که بخوایم یه درسی به بچه همون بدیم، متاسفانه داریم وجهه و آبروی اونها رو جلوی بچه همون میانیم پایین. دیگه چه برسه
اگر در مورد پدر یا مادر خودمون بچه داریم صحبت میکنیم، یعنی در مورد زن و شوهر خودمون داریم صحبت میکنیم، مثل مادرت، مثل پدرت، فلان، اومدی کار درست بکنی که خراب کردی، که اومدی حالا یعنی به بچه طریقه احترام و ادب و تربیت و راستی یاد بدی، بیشتر اون رو بی شرم و بی حیا بار آوردی که دیگه احترام بزرگتر رو جلوش آوردی پایین. با همین یه دونه نکته منفی که خواستیم با عنوان درس عبرت از زندگی شخصی شخصی به بچه‌هامون یاد بدیم، حتی اگر میخوایم از زندگی خودمون مثال بیاریم، هنوز حخامیم توضیح میدن که آدم نمیتونه در مورد خودش هم لاشونها را بگه، عیب و ایراد شخصی خودش رو فاش بکنه، دیگه چی برسه در مورد دیگران، حتی پدر مادر طرف، حتی زن و شوهر طرف، حتی برادر و خواهر طرف. پس ما میبینیم یک سری احساسها و رفتارهای گستاخانه رو در بچه ها خودمون پدید میاریم موقعی که آبروی بزرگتراشون رو جلوشون میاریم پایین که دیگه برای بزرگترش احترام قائل نیست. چغلی مادر بزرگار پیش بچه ها میکنیم یا بدگویی از مادر بزرگ پدر بزرگار جلوی بچه ها میکنیم، معلومه که هم احترام پدر بزرگ مادر بزرگ جلوی بچه میاد پایین، هم احترام خود پدر مادر. مخصوصا اگر احترام یا چغلی معلمینشون رو بکنیم، اینا هم فقط فلان، اینا هم فقط این، اون موقع است که بچه با همچین دیدی به معلمینش نگاه میکنه که آره اینا هم فقط فلان، اون موقع است که دیگه هیچ حرف شنویی یا حالت احترام یا حالت تسلیم در مورد اونا نداره. چرا؟ چون انقدر بدگویی و بدحرفی نسبت به معلمین مدرسه و معلمین اینجا و معلمین اونجا شنیده که دیگه اون احساس پاک و احساس دوستانهی که میتونه بین معلم محصل باشه رو نمیتونه. فکر میکنه اینا همش نظر سو دارن، اینا وایستدن که آدم رو چپاول بکنن. بیا اینم یه قبض دیگه، اینم یه برگ دیگه، اینم یه پول دیگه میخوان، فلان بیسار. پس میبینیم راست شو بخوای قبل از این که سوشال میدیا، فیسبوک و اینستاگرام و بقیهشون بخوان به ما یاد بدن که نگاه کن چطور میتونی رو احساس و فکر دیگران تأثیر بگذاری، قبلش تورا داره به ما یاد میده، میگه لاشون هارا اینستاگرام، اینا نوچه های سوشال میدیا، نوچه های لاشون هارا هستن. اصل خود لاشون هارا از دهان خود ما بیرون میاد که رو احساس و فکر و برداشت و دیدگاه خودمون و دیگران تأثیر میگذاریم. مخصوصا اگر طرف ببینه این لاشون هاراش مشتری داره، طرف قانع شد، چطور خام شد، رام شد. معلومه که دیگه از همین مرهم، از همین دارو، از همین اسلحه استفاده میکنه. شد دیده طرف زودی باور کرد،
زودی تحت تاثیر قرار داد. به همین دلیل حخامیم توضیح میدن که از نظر روانی انسان با بدگویی داره ناپاکی به خورد خودش میده، خودش رو عادت میده به بدبینی، بدفکری و بدجویی، که یک بدی عیبی میخواد در دیگری پیدا بکنه. حتی اگر میگه من که باورم نمیشه، مگه میشه بخواد این همین جوری فقط خوبی بکنه یا الی آخر؟ حتما باید یه عیبی پیدا بکنه. بدبینی نمیتونه خوشبین باشه. چرا؟ چون اینقدر بدگویی کرده که دیگه اصلا پاکی و خوشبینی درش نیست، مرده، به همه چی شک داره، همه رو محکوم میکنه، همه رو ظالم حس میکنه، همه رو به طوری برداشت میکنه که اینها نظر سو دارن. الان بهت میگم، میگه بیا ببین، معلوم میشه فردا که این اصلا برای چی ما رو دعوت کرد، برای چی این از قصد این کار رو کرد. چون نمیتونه یه ذره خوشبینی درش باشه، همه رو چشمه های آب پاک و زلال رو تبدیل کرده به باطلاق، به مردا. یک ذره رویش و سبزی اونجا نیست، همش گلولایه. اون موقع است که شما فکر میکنی این افراد بدگو چنو اخلاقی دارن، حالت تهاجمی، جاجمنتال، قضاوت، حالت دستوری، تحکم، همه رو پایین تر از خودشون و خودشون رو بالاتر از دیگری، همش چرا؟ چون با بدگویی خوشگویی رو از خودشون دور کردن، با بدبینی خوشبینی رو از خودشون دور کردن. نمیتونن یک ارتباط پاک و دوستانه با کسی داشته باشن. حتما باید از روی یک عیبجویی باشه، از روی حالت نقص و عیبی باشه. پس اینجا هارون حافظ خیم میگه مواظب این سرازیری که جلوته باش، حتی اگر یک نفرم به تو لاشون هارای رو منتقل میکنه، حتی اگرم شنونده ی لاشون هارا بودی، گوینده ی لاشون هارا نباش. شمیرت هلاشون جلوی دهانتو بگیر. سعی کن پاکی رو تا اونجایی که میتونی در خودت جوری تقویت بکنی که به هر چیزی دیدگاه مثبت داشته باشی، چون به نفع خودته. خودتو داری تقویت میکنی، خودتو داری از بدی ها و عیبجویی ها نجات میدی. اگر بتونی پاکی رو در دهانت همچنان سوق بدی، پیشرفت بدی، میبینی که پاکی در تمام اطرافت فرا میگیره. میبینی اصلا با افراد پاکتری تو زندگی روبرو میشی. میبینی اصلا غریبه چقدر پاک شروع میکنه معامله، خرید و فروش، رفت آمد. چجوری شد؟
چون آدم پاک افراد پاک رو دور خودش جمع میکنه و متاسفانه افراد ناپاک رو دور خودشون جمع میکنن. پس برای اینکه ما بتونیم بهترین طریقه دوستیابی، بهترین طریقه پاکیابی رو تو زندگیمون اجرا بکنیم، از خودمون شروع بکنیم. از چه قسمت؟ از کلام پاکمون. حتی اگر هم سال یه بار میقوه نمیریم که بدنمون رو پاک بکنیم، حداقل روزی یک بار میقوه بریم که دهانمون رو پاک بکنیم. خیلی ساده تره که انسان هر روز دهانش رو با پاکی همراه بکنه تا اینکه بخواد سالی یه بار بدنش رو پاک بکنه. تأثیرش خیلی بیشتره. شمیرت علاشون اینکه از یک جا انسان شروع بکنه پاکی رو به خودش راه بده. و همونطور که آدم از دهانش استفاده میکنه که غذا بخوره که تمام بدنش رو تقویت بکنه، همینطور هم اگر از دهانمون شروع کنیم که پاکی رو به بدنمون راه بدیم، تمام بدن ما، فکر و احساس ما این پاکی رو میتونه حس بکنه و حتی میتونه بهترین دارو و درمان باشه، باعث شفا بشه. کسی که لفظ مثبت استفاده میکنه، براخایی رو داره در زندگیش بیشتر میکنه و پاکی قدرت داره، میتونه حتی بیماری های جسمی هم رو شفا بده، حتی گزروت مالی رو، دردسرهای زندگی رو برطرف بکنه. انقدر پاکی قدرت داره، مخصوصا موقعی که از کلام پاک باشه. هشم کمک کنی که به حضرت هشم بتونیم به خوبی همه اینا را اجرا کنیم. باروخ هشم لعولم همه و آمین. از آقا رو باروخ رکنم.